سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. این هم خروجی کارمون توی ویدیوی قبلی که گفتم که اول این ویدیو براتون میذارم که به چه صورتی شده و لینکش هم بالا میذارم تا یاد بگیرین. تکنیک ابرباد جوهری یا جوهر الکلی هم بهش میگن، بعضی هم تکنیک آبرنگی بهش میگن. خب توی این ویدیو قراره که با همدیگه کهکشان رو یاد بگیریم و بدون اتلاف وقت میریم سر وقت کارمون. من بیس کارم رو با رنگ اکریلیک مشکی چند دست حالا اومدم رنگ مشکی بهش دادم و حالا با یک مسواک و رنگ اکریلیک سفید که حالا یک کمی مثلا رنگم رو رقیق تر کردم، میام با مسواکم روی سطح کارم اون حالت ستاره ها رو ایجاد میکنم. اینکه چه میزان حالا این تعداد ستاره ها مثلا زیاد باشه، کم باشه یا هر چیز دیگه ای کاملا سلیقه ای هستش. و حالا بچه یه نکته دیگه هم که هست، حتما به من اگر ویدیو ها مشکل داره بگید. حالا مثلا توی ویدیوی قبلی به من گفتین که کاش روی دورتون نمیذاشتم. من جاهایی رو دورتون میذارم که احساس میکنم خب کار آسونه، راحته و متوجه اون قسمت میشین. به همین خاطر مثلا من رو دورتون میذارم که هم وقت شما مثلا تلف نشه، هم که ویدیو مثلا سریعتر آپلود بشه. اما اگر باز هم جایی مشکل داشتید حتما به هم بگید تا من مثلا اون قسمت رو تون نکنم. ولی خب من یه جاهایی رو حالا بازم تو این ویدیو رو دور تون گذاشتم و پیشا پیش معذرت میخوام بابت صدایی که میاد. همسایه کنارمون دارن ساختمونشون رو میسازن، به خاطر همین خیلی سر و صدا است. بچه من از چسب کاملاین استفاده میکنم برای دور کارم. دور کار من پشت همون تکنیک ابروبات دارم این تکنیک کهکشانم رو میزنم، به خاطر همین چسبم رو به پشت کار نمیچسبونم، چون چسبش قویه ردش روی کارم میمونه. میام دور تا دور کارم رو از چسب کاملاین استفاده میکنم. چسب کاملاین مخصوص کارهای رزینی هست، حالا باز در ادامه بیشتر راجع بهش توضیح میدم. طبق معمول برای همه کارهای رزینی در ابتدای کار میایم سطح کارمون رو تراز میکنیم و تراز کردن خیلی مهمه، چون اگر کارتون تراز نباشه تمام طرحی که ایجاد میکنید از بین میره، چون به مرور همینطور که رزین داره خشک میشه اون رنگ ها اون بافت هم به سمتی که شیب داره شروع به حرکت میکنه. خب بچه ها من میام رزین هاردنرم رو میسازم، بازم بیسم همون 20 سانته، یعنی قطرش 20 سانته و برای 20 سانت گفتیم از 24 یا همون 26 گرم رزین استفاده میکنیم و نصفش هم هاردنر بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه رزین هاردنرم رو ریختم، بچه من دیگه قسمت اصلا کلا توی همه ویدیوها دیگه قسمت هم زدن رزین رو یا رد میکنم یا روی دور خیلی تون میذارم، چون توی قسمت های قبلی بهتون کامل توضیح دادم. یعنی اگر میخواین در مورد مثلا حالا هم زدن رزین و اینجور داستان رو بدونید واقعا برین قسمت های قبلی رو نگاه بکنید، چون که وقت تلف کردن هستش. من حالا علاوه بر اون 24 حالا 26 گرفتم رزینی که واسه رزین و هاردنری که حالا واسه یه این بیس جدا کردم، بعد از این اومدم بعد از این که هم زدم اومدم یه 8 گرم رزین و 4 گرم هاردنر دیگه توی این لیوانای سمت راستی درست کردم، چون یک کوچولوی مقدار خیلی کم باید توی این سه تا لیوان رزین بریزیم، خیلی باید کم باشه ها. خب مقدارش چون که فقط به مقدار خیلی کمی مثلا رنگ پودری کروم میخوایم داخلش بریزیم واسه روی بیس کار لازم هستش. بچه من دو قسمت رو روی دور تون گذاشتم، یکی هم زدن رزینه و یکی پهن کردن رزینم روی سطح کارم هستش. بعد از اینکه رزین و هاردنر به خوبی با هم ترکیب شدن، میام رزین و هاردنرم رو روی سطح کارم میریزم. ببینید اول از همه اینه که شما رزین بیرنگتون رو کامل روی سطحتون بپوشونید، یعنی کامل سطحتون رو با رزین بیرنگ بپوشونید. بعد از این کار میرسیم سراغ رنگ‌های کروممون. اگر موقع پهن کردن رزین روی سطح کارتون یک جاهایی حالا رزینتون کم اومد یا کامل پوشونده نشد، کامل مثلا منظورم این نیستش که مثلا یه تیکه خیلی گنده رزین نداشته باشه، نه، مثلا در حد مثلا تیکه تیکه اگر که جای رزین نداشت هیچ ایرادی نداره. شما میتونید با رنگ‌های کروم که این بردارین مثلا اونجاها رو بیاین رزین، چون اونام رزین داره دیگه داخلش،
بریزید و بعد سطحتون کامل از رزین پر میشه، یعنی این مشکلی به وجود نمیاد. بچه ها رنگ های کروم هم قبلا توی قسمت دوم که راجع به رنگ ها صحبت کردم کامل بهتون توضیح دادم. من توی این کار میخوام از رنگ کروم سبز، رنگ کروم بنفش و رنگ کروم آبی استفاده بکنم. بعد اندازه یه سر چوب داخل هر کدوم از لیوان ها میام رنگ پودریمو میریزم. در مورد ترکیب کردن رنگ با رزین هم خیلی مهمه که مثلا رنگ پودری باید خیلی خوب با رزین ترکیب بشه. اگر ترکیب نشه یه حالت گله گله میمونه و قشنگ مثلا فهمیده میشه که کارتون با هم خوب ترکیب نشده. اگر رنگ جوهریتون رو خوب با رزین ترکیب نکنید یه حالت ریشه ریشه توی کارتون دیده میشه. و رنگ خمیری هم، رنگ خمیری خب خودش خیلی خوب با رزین ترکیب میشه، یعنی مثلا اینطوری نیستش که چون با یه کم هم زدن رنگ خمیری ترکیب میشه، ولی رنگ پودری و رنگ جوهری خیلی بیشتر از رنگ خمیری نیاز داره که هم بخوره با رزین، چون که گاه هم پیش میاد که کامل با هم دیگه ترکیب نشه. خب بچه ها بعد از این که هم زدیم نوبت میرسه به این که رنگ های کروم رو روی کار بیاریم. به چند طریق میتونید رنگ های کروم رو روی سطح کارتون بیارید، یا فقط یک حالت نواری و مثلا یه رگه خیلی کم بیارید توی کارتون، یا مثلا خیلی پر یه قسمت هایی رو بیارید رنگ کروم بریزین و قشنگ پر باشه از این رنگ روی کارتون. یا هم حالا کاری که میتونید بکنید مثلا کاری که من کردم، میام پر میریزم مثلا از همه رنگ هم توی به صورت پراکنده روی سطح کارم میریزم. اولا به همین شکله، یا با چوبتون میایم پهنش میکنید روی رزین، یا با انگشتتون این کار میکنید. هیچ ترسی هم نداشته باشید آقا کار رزین هم خراب میشه نمیشه یا هر چیز دیگه ای. بچه شما اولین کاری که میزنید فقط به دید این نگاه کنید که دارید تمرین میکنید، پس در نتیجه اگر اشتباهی رخ داد اصلا خودتون رو سرزنش نکنید، نامید نشید. توی دسته بعد و توی تمرین های بعد قطعا میتونید خیلی بهتر باشه عمل کردتون. و من به صورت پراکنده رنگ های کروم رو میریزم و بعد میام شروع میکنم به سشوار گرفتن، و بعد از سشوار گرفتن هم میام یه حالت گارک دایره‌ای، حالت اون گردی وسطش رو ایجاد میکنم. خب بعد حالا بریم سراغ رنگ آبیمون. بچه من اینجا رو یک کوچولو میزنم روی دور تون و بعد تا برسیم به قسمت سشوار. سشوار گرفتن هم حالا گفته بودید که براتون ویدیو بگیرم سشوار گرفتن، حالا چیزیه که به تجربه به دست میاد، ولی بخوام بهتون بگم اصولا در تمام تکنیک ها شما رنگ هایی که توی رزین اضافه میکنید یا رنگ هایی که حالا کلا میریزید روی بیس، یک بار سشوارتون رو به صورت عمودی، یعنی کامل عمود روی تمام رنگ ها میگیرید تا رنگتون باز بشه و بعد شروع میکنید به زاویه دادن. ببینید من سشوارم خب همینطور که گفتم هم درجه گرم و سرد داره، هم درجه شدت باد داره. من درجه سرد و گرمش رو روی 4 گذاشتم و درجه شدتش رو روی انتهای یعنی بیشترین حد گذاشتم. تو این تکنیک کهکشان هم منم دقیقا همین کاری که حالا توضیح دادم نحوه سشوار گرفتن رو دارم رعایت میکنم. یک بار به صورت عمودی روی تمام رنگ ها گرفتم و شروع میکنم به زاویه دادن. هر کجایی که احساس کردم رنگ من میتونه یکم حالا مثلا تغییر بکنه یا هر چیزی، با انگشتم یا اون رنگ ها رو باز میکنم به همین شکل که میبینید و بعد مجدد بعد از این کار دوباره روش سشوار میگیرم که اون حالا رد خط دستم و اینها نیفته روی کارم. بچه ها هنوز رزینتون به حالت ژل تایم نرسیده، اگر دلتون میخواد میتونید این حالت دایره ای رو روی کارتون بیارید توی تکنیک کهکشان. میتونید هم نیارید، یعنی خب کاملا سلیقه ای هستش. من همه ی حالات رو بهتون میگم، این دیگه تصمیم با خودتون هستش که میخوام به چه صورتی باشه. من این کار رو انجام میدم و بعد از اون دیگه کاملا پای رزینم وای میستم. هر کجا پرزی نشسته باشه روی رزینم برمیدارم،
هر کجا مثلا حبابی داشته باشه ترش میگیرم، حباب گیری میکنم و قشنگ باید تقریبا تا نیم ساعت مدام هی کارتون رو چک بکنید خب، که یه وقتی مثلا اتفاقی نیفته برای کارتون. این خیلی مهمتر هستش ها که مثلا حواستون به کار رزینتون باشه. خب اینم از خروجی کارمون و زمان میدیم که خوش بشه. من 24 ساعت بهش زمان میدم. تمام کارهایی که من روی بیس انجام میدم با رزین غلیظ انجام میشه. خب حواستون به این قضیه باشه. و دیگه نکته دیگه نمیمونه. آها یک نوع کهکشان دیگه شما میتونید بسازید. کهکشانی هستش که بیس کار به جای اینکه رنگ مشکی اکریلیک بخوره، مثل تکنیک جوهر الکلی و همون ابروباد جوهری که توی قسمت قبلی بهتون توضیح دادم، شما میتونید از رنگ‌های جوهری بنفش، مشکی و قرمز سیر استفاده، یه جاهایی هم میتونید از رنگ زرد جوهری استفاده بکنید ولی خیلی کم. از این 4 تا رنگ میتونید به عنوان حالا بیس کار، یعنی رنگ ابروباد جوهری بزنید، بذارید خوش بشه، رزینتون رو بریزید و بعد رنگ های کرومتون رو بیارید روی کار. اون هم یک تکنیک از کهکشان هست. ولی خب این هم حالا قالب آموزش های تکنیک کهکشان به همین صورت هست، بیس رو مشکی میکنن، ولی گفتم اون یکی هم هستش. خب اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و کامنت یادتون نره.